در پی پخش فیلم اعترافات اجباری فردی که گفته میشه قصد ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رو داشته، در رسانه‌های حکومتی و همچنین ادعای رسانه‌ها مبنی بر فیش حج تقلبی دفتر مولوی عبدالحمید این مطالب رو کذب و دروغ خواند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کوروش آلادین. در حالی که جمعه های اعتراضی در زاهدان ادامه دارد و هر هفته مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه به سیاست های حکومتی انتقاد می کند، در یک اقدام هماهنگ رسانه های دولتی به تخریب چند وجهی مولوی عبدالحمید پرداختند. پیشتر و در میانه اعتراضات با هک و انتشار بولتن محرمانه از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته شده بود که عبدالحمید را نباید دستگیر کرد بلکه می بایست بی آبرو کرد. در پی همین سناریو و پس از بازداشت تعدادی از ماموران امنیتی مسجد مکی، این سناریو وارد فاز جدیدی شد. ابتدا فیلمی از فردی که به اتهام قصد ترور عبدالحمید بازداشت شده بود در رسانه‌ها منتشر شد. اول منو بازرسی کردن، دیدن دفترچه تو کیسه من دفترچه سربازی بود، میگه او این مأمور دولته، میگه مأمور نظامیه، میگه مخبره. ما رو بردن داخل اتاق، ما رو دستپاهای ما رو بستن، کتک زدن، ما رو تنبیه کردن، ما رو میگه شما مخبر هستی، شما از کجا آمدی، چی کار میکنی؟ ما گفتم من مخبر نیستم. یه مولوی اومد اونجا چشمای منو بست، از من اعتراف خواست، اعتراف گفت، این اعترافا رو بگی، هرچی اگه نگی ما پدرتو در میارم، بعد این اعترافا رو بگی. ما مولوی هم اونجا نشسته بود، ما رو گفت هر چی میگی باید بگی، هر حرفی من میگم باید اینجا تکرار کنی، اگه نگی پدرتو در میارم. و سپس در برنامه‌های گوناگون با حضور کارشناسان این رسانه‌ها به تحلیل این موضوع پرداخته شد. در این ماجرای فیش جعلی حج آقای عبدالحمید از دو جهت تخلف رخ داد. یک که سند کلن جعلی بود و بررسی‌ها نشون داد شماره ثبت سند برای کسی دیگه بوده و این سند جعل شده بود، و از جنبه دیگر و از جنبه قوانین حج این که یک نفر بتونه از خارج استان خودش فیش تهیه کنه، فیش حج تهیه کنه، تخلف هست و از این دو جهت این ماجرا درگیر تخلف بود. این اتفاق میتونست بی‌اعتباری عبدالحمید رو بیشتر کنه. در مقابل دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان چهارشنبه 7 تیر با انتشار بیانیه‌ای ضمن شرح دقیق موضوع سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید اعلام کرد اظهارات فرد مظنونی که چند وقت پیش شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به مسئولان اداره اطلاعات تحویل داده شده کاملا دیکته شده و خلاف واقع است. روز گذشته عبدالصدار دوشوکی در مورد این طرح اتهام به صدای آمریکا چنین گفت: رژیم جمهوری اسلامی بقیده من این جرأت رو نداره که مولانا عبدالحمید رو دستگیر کنه. میدونه که هزینهش بسیار بسیار بالا خواهد بود و پیامد و عواقب اون هم برای جمهوری اسلامی مشخص نیست. به همین دلیل دست به یک سری اقداماتی زده در جهت مثلا بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید، در صورتی که مولوی عبدالحمید همان موقع گفته بود که آبرویی رو که خدا به کسی میده هیچ شخص یا فرد دیگر را چه برسه به رژیم جمهوری اسلامی و رهبر اون آقای خامنه ای بخوان اون آبرو رو ببرن. اما پس از این مجموعه حملات عبدالحمید نه تنها از موضع خود عقب نشینی نکرد که در خطبه های عید قربان گفت انتظار بود که مقامات قضایی به جمعه خونین زاهدان رسیدگی کنند و ماموران این که مردم را مورد هدف قرار دادن مجازات شوند، ولی فساد امروز در کشور ریشه دوانده و دستگاه قضایی هم از این موضوع استثنا نیست. کوروش آلادین، صدای آمریکا.